هستن خط خبرها. نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، پادشاه عربستان خواستار اتحاد اعضا در مقابل ایران شد. به دنبال بازداشت 1700 نفر از معترضان جلیق زرد در فرانسه، نخست وزیر خواهان وحدت ملی شد. دولت میگوید مکرون با مردم سخن خواهد گفت. باز شدن پای اینترنت به موبایل کوبایی ها، هزینه بالا و انحصاری بودن اما کار را برای خیلی ها سخت کرده. و 12 سگ به دنبال یک جام، جام جهانی چابکترین سگهای دنیا در لندن. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در حال برگزاری است. نشستی که بحران دیپلماتیک با قطر و سیاست کشورهای عضو در قبال ایران بر آن سایه انداخته. امیر قطر در این نشست شرکت نکرده و در عوض وزیر مشاور در امور خارجه را به ریاض فرستاده. موضوعی که انتقاد بحرین را به دنبال داشته. بحرین در کنار عربستان و امارات حدود 2 سال پیش روابط خود را با قطر قطع کردند. آنها این کشور را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند، اتهامی که قطر به شدت تکذیب کرده. مرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در عربستان، نشست یک روزه در بحبوحه مناقشه دیپلماتیک میان قطر و سعودی‌ها و در سایه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. همه رهبران کشورهای عضو هستند الا امیر قطر. قطر به جای امیر خود یکی از وزرایش را به این نشست فرستاده. وزیر خارجه بحرین از امیر قطر انتقاد کرد، نشانه از این که امید چندانی برای رفع فوری اختلافات میان قطر و کشورهای تحریم کننده نیست. اختلافات میان این کشورها باعث قطع روابط دیپلماتیک و تجاری بین اعضا از اواسط سال گذشته شده. وزیر خارجه بحرین میگوید امیر قطر باید مطالبات به حق در نظر او کشورهای تحریم کننده را میپذیرفت و در نشست امسال شرکت میکرد. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسول الله اخواني اصحاب الجلاله والسمو اصحاب المعالي والسعاده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیر قطر پارسال در نشست سالانه شورای همکاری در کویت شرکت کرده بود، در حالی که امارات متحده عربی، بحرین و عربستان مقام‌های رد پایین‌تری را فرستاده بودند. شورای همکاری خلیج فارس 6 عضو دارد: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، قطر و کویت. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشست امسال با تمرکز بر مسائل امنیتی منطقه از جمله جنگ یمن و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران خواهد بود. تولید و قیمت نفت از دیگر محورهای گفتگوست و البته تحریم دیپلماتیک و اقتصادی قطر. 3 عضو شورا، عربستان، امارات و بحرین و یک کشور عرب غیر عضو، مصر، از ماه ژوئن پارسال، خرداد ماه، قطر را تحریم کردند. قطر متهم است که از تروریسم دفاع می کند و زیادی به سازمان‌های جهادی در سراسر خاورمیانه نزدیک شده. قطر این اتهام را رد کرده و میگوید کشورهای تحریم کننده استقلال قطر را هدف گرفتند. مرساد کهن روز، بی بی سی. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از فنلاند با ماست. آقای قفوری، پادشاه عربستان خواستار اتحاد اعضا در مقابل ایران شده. چقدر رسیدن به موضعی واحد در قبال ایران محتمله؟ خود این هم به نظرم محل مناقشه است، به خاطر اینکه دقیقا بعد از پادشاه عربستان امیر کویت سخنرانی میکرد، لحنش بسیار ملایم تر بود نسبت به ایران. گفت که ما باید بر مبنای اصول شناخته شده بین الملل، بر مبنای اصولی که سازمان ملل اونها رو به رسمیت شناخته، همه با هم در واقع تعامل داشته باشیم، توی امور یکدیگر دخالت نکنیم و استقلال هم رو به رسمیت بشناسیم. لحنش بسیار ملایم تر
تر بود. به نظر نمیرسه که تمام اعضا در مورد ایران در واقع موضع واحدی داشته باشن، مخصوصا الان که قطر در برابر بلوک عربستان و امارات قرار گرفته و کمی به ایران نزدیک تر شده. بسیار به نظر میاد این دوره دشواری باشه، این نشست دشواری باشه برای اینکه بشه از داخلش یک بیانیه جدی محکم و مستحکم در آورد. یکی از مسائل دیگه‌ای که مورد اختلاف الان در شورای همکاری خلیج فارس مسئله قطره. امیر قطر در این نشست شرکت نکرد در حالی که خب عربستان ازش دعوت کرده بود. شما این اقدام قطر رو چطور می‌بینید؟ دعوت عربستان میتونه تا حدی معقول باشه به خاطر اینکه به طور سنتی کشور میزبان از همه دعوت میکنه، اما اینکه دعوت رو امیر قطر نپذیرفت به نظر میرسه که دلایلی پشتش هست. در زمانی که این تحریم شروع شد یک موجی درست شد از جانب افراد و شخصیت‌های نزدیک به سعودی‌ها در مورد اینکه کلاً مشروعیت نظام قطر رو زیر سوال ببرن. قطری‌ها این رو در واقع ترجمه کردن به اینکه داره کودتایی علیهشون انجام میشه در بین همسایگانشون. حتی خاندان آل شیخ در ماه مه سال 2017، خاندان آل شیخ در واقع نوادگان عبدالوهاب هستند، اینها به نوعی مشروعیت مذهبی میدن به آل سعود. اونها تمام مردهاشون 200 مرد بازمانده خاندان نامه نوشتن که مشروعیت مذهبی نداره امیر قطر و حتی بعد نام عبدالوهاب رو از روی مسجد بزرگ دوحه برداره. تمام اینها باعث شد که قطری ها این رو یک در واقع تهاجم بسیار عمیق ببینن و فکر بکنن که نمیشه به راحتی اینها رو نادیده گرفت و نزدیک شد برای حل اختلاف ها، به خصوص الان که قطر تونسته تا حدی روی پای خودش وایسته از نظر اقتصادی و اون وابستگیش رو به عربستان و امارات تا حد بسیار کم بکنه. ممنونم ازتون کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته در یمن پس از جنگ جایی برای نیروهای تحت حمایت ایران نیست. تیموتی لندرکینگ در سمینار بین المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی صحبت میکرد. آقای لندرکینگ گفته آمریکا دولت یمن و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران را تشویق کرده تا فعالانه در مذاکرات جاری صلح در سوئد مشارکت کنند. این مذاکرات به ابتکار مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برگزار میشود. فرمانده پلیس ایران میگوید 10 نفر در ارتباط با حمله انتحاری اخیر در چابهار دستگیر شدند. حسین اشتری گفته پلیس به افراد دیگری هم مظنون است که بازداشت خواهند شد. حادثه 3 روز پیش اتفاق افتاد وقتی یک خودروی بمبگذاری شده به مقر فرماندهی پلیس چابهار در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد. 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. فرماندار بانه در استان کردستان میگوید قاتل رحیم و کیوان ذبیحی دستگیر شدند. دیروز اجساد سوخته این فیلمساز و برادرش در خودروی شخصیشان پیدا شد. فیلم‌های رحیم ذبیحی بیشتر به خشونت علیه زنان و کودکان و قربانیان جنگ می‌پردازد و بارها در جشنواره‌های داخلی و خارجی از آنها تقدیر شده بود. وزیر خارجه فرانسه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته در امور داخلی کشورش دخالت نکند. ژان‌یو لودریان گفته پاریس در مسائل داخلی آمریکا دخالت نمی‌کند و انتظار دارد دونالد ترامپ هم در کار فرانسه دخالت نکند. آقای ترامپ اخیراً گفته بود اعتراض‌های فرانسه به دلیل نارضایتی از توافق اقلیمی پاریس است و فرانسوی‌ها رهبری مثل او می‌خواهند. اعتراض جلیق زردها دیروز و دیشب در پاریس و شماری از شهرهای دیگر ادامه یافت و در نقاطی کار به خشونت و درگیری با پلیس کشید. قرار است امانوئل مکرون در نطقی تلویزیونی با مردم صحبت کند. آیدین صالحی گزارش می‌دهد. شیشه های شکسته، ماشین های سوخته و شعارهایی در گوش و کنار شهر. این وضعیتی کم سابقه در تاریخ معاصر فرانسه است. جلیق زردها این شنبه هم به خیابان آمدند برای 4مین هفته متوالی. شانزلیزه و خیابان‌های اطرافش در پاریس. صحنه درگیری، پرتاب گاز اشک‌آور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی و دستگیری‌های گسترده. در چند شهر دیگر هم اوضاع مشابه بود. مثل بوردو، مارسی و لیل. پلیس در سراسر فرانسه بیش از 1700 نفر را بازداشت کرد. بیش از 100 نفر هم در درگیری‌ها مجروح شدند.
شمار تظاهر کنندگان در کل کشور 125 هزار نفر اعلام شد، در حضور حدود 90 هزار نیروی پلیس. شمار معترضان در خیابان رفته رفته کمتر شده، اما خواسته های آنها بیشتر است. اعتراض ها اول به قانون مالیات سوخت بود. دولت کوتاه آمد و اجرای آن را به تعویق انداخت. اما جلیق زردها از خیابان نرفتند. اینها شعار می دهند مکرون استعفا کن. این یکی از شعارهاست، در کنار خواسته هایی مثل افزایش حقوق، کاهش مالیات ها و در کل رفاه بیشتر. دولت می گوید با گروه های از معترضان که دست به خشونت نمی زنند گفتگو می کند. گفتگو آغاز شده و باید ادامه پیدا کند. هیچ مالیاتی نباید اتحاد ملی را خدشه‌دار کند. باید این اتحاد را با گفتگو و کار دوباره بسازیم. مشکل دولت اینجاست که دقیقاً نمی‌داند با چه کسی باید وارد گفتگو شود. جلیق زردها رهبر مشخصی ندارند و بینشان از ایده‌های چپ انقلابی تا راست افراطی دیده می‌شود. این دولت باید کنار بره، دیگه اعتباری نداره. ما هم باید یک رهبر پیدا کنیم تا این بحران تموم بشه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری هم قرار است این هفته سخنرانی کند. اما آیا او میتواند آرامش را به فرانسه برگرداند؟ آن هم در کشوری که طبق نظرسنجی ها محبوبیت معترضان 3 برابر رئیس جمهوری است. آیدین صالحی، بی بی سی. برنامه امروز هشتگ شما هم به اعتراض جلیق زردها در فرانسه اختصاص داره. برداشت شما از عوامل این اعتراضات و نحوه برخورد دولت چیه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. خب باید بریم سراغ خبر بعد که هنوز نمیدونم چه خبری داریم از افغانستان. دادستانی کل این کشور میگوید شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله رئیس این نهاد را تعلیق کرده. فدراسیون فوتبال افغانستان با بحران اتهام آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان روبروست. اتهامی که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفته که آنها را بررسی میکند. پیش از این فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهامات را رد کرده بود، اما کمیته ملی المپیک این کشور ضمن تایید تلویحی این موضوع از احتمال وجود مشکلات مشابه در سایر فدراسیون‌های ورزشی خبر داده. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، چطور می‌بینی این تعلیق‌ها رو، چقدر اهمیت دارن؟ خب خیلی اهمیت داره. یکی این که بلافاصله 10 روز پیش بعد از این که موضوع رسیدگی به اتهام آزار جنسی بازیکنان فوتبال زن که قبلا صورت گرفته بوده مطرح شد و فیفا هم اعلان کرد که وارد این موضوع میشه و بررسی میکنه، بلافاصله دادستانی کل افغانستان و چند نهاد دیگر در افغانستان آمادگیشان را اعلام کردن برای بررسی این موضوع. دادستانی امروز اعلام کرد که 5 نفر از اعضای ارشد و مسئولین ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را از کار تعلیق کردن. رئیس این فدراسیون، دبیر کل این فدراسیون، معاون این فدراسیون و همچنین مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون، همه این 5 نفر فعلا از وظیفه تعلیق است. سخنگوی دادستانی کل گفته که دلیل این تعلیق از وظیفه این است که به رسیدگی و بررسی این مسئله و اتهام هایی که مطرح شده به صورت همه جانبه و بی‌طرفانه صورت بگیرد. به نظر میرسه حکومت افغانستان هم در این زمینه جدی است. خود آقای رئیس جمهور هم به دادستانی کل دستور داده بود که این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند. گفتی که جدی هستن با این تعلیق‌ها، کار به کجا ممکنه بکشه؟ اینکه گفته شده در فدراسیون‌های دیگه هم ممکنه باشه، آیا مشخص هست کجاها ممکنه این اتفاق افتاده باشه؟
بعد از اینکه این موضوع مطرح شد، رئیس المپیک افغانستان هم آمد و گفت که در قبل از اینکه مسئولیت ریاست المپیک که حدود یک دو سال میشه بر عهده گرفته، گفت که گزارش های وجود داشته که در دیگر رشته های ورزشی هم که زنان حضور داره و دختران هستن، گزارش هایی از آزار جنسی زنان شنیده، ولی او فعلا گفت که رد میکنه، فعلا در دیگر رشته ها وجود نداره، گرچه این ادعا هم باید بررسی شه که آیا در دیگر رشته هم وجود دارد یا ندارد. اما اگر این مسئله تایید شود که چنین آزار جنسی در رشته زنان در فوتبال و فدراسیون وجود داشته و حالا هم وجود داره یا نه، اگر این ثابت بشه، به رشته فوتبال زنان افغانستان که خیلی تازه است در سال 2007 ایجاد شد، میتونه ضربه شدیدی وارد کنه و بدون شک هم دولت افغانستان که در این زمینه ها جدی میگیره مسئله را و خصوصا اینکه پای فیفا هم در میان گذاشته، بدون شک موضوع خیلی جدی است. اگر ثابت شود، احتمال این که این مسئولینی که فعلا حالا هستن و یا مسئولان دیگر یا افراد دیگری که در این قضیه دست داشتن، بدون شک میتونن برکنار شوند و برخورد قانونی شوند. این موضوع جدیت رئیس جمهور آقای اشرف غنی هم در پی داشته و با جدیت گفته که این مسئله باید پیگیری و بررسی بشه. ممنونم ازت علی حسینی، خبرنگار ما از کابل. با بنیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در نشست سالانه شورای خلیج فارس در ریاض، پادشاه عربستان خواستار اتحاد اعضا در برابر ایران شد. در چهارمین هفته ناآرامی‌ها در فرانسه، نخست وزیر از تلاش برای اتحاد ملی گفت. در ادامه برنامه، جام جهانی سگ‌ها در لندن. در خبر دیگری از افغانستان، دیدبان شفافیت افغانستان در تازه ترین نظرسنجی خود میگوید بیشترین فساد اداری در دادگاه‌ها، وزارت معارف و دادستانی کل افغانستان وجود دارد. با این حال امروز اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور گفته اصلاحات زیادی در سیستم قضایی، دادستانی و کمیسیون اصلاحات اداری کشور ایجاد کرده. افغانستان در 15 سال اخیر همواره در میان 5 کشور دارای فاسدترین نظام‌های اداری جهان بوده. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. امضای امانتداری در روز جهانی مبارزه با فساد. رئیس جمهور از مقام‌های بلندپایه افغانستان خواست امضا کنند که در مبارزه با فساد جدی هستند. آقای اشرف غنی که رهبری یکی از فاسدترین حکومت‌ها را بر عهده دارد، بار دیگر وعده مبارزه جدی با فساد را داد. اراده من و اراده حکومت این است که ریشه‌های فساد خشکانیده شود. ای که پیش از ما وضعیت به چی منوال بود، به قضاوت ملت گذاشته شد. دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو به رو به دیگه است، اما گذشته در حال تصفیه شدن است. تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان اما نشان داده که دادگاه ها، وزارت معارف و دادستانی کل در صدر فاسدترین اداره های افغانستان هستند. هر روز متضرر میشه مردم و دقیقاً در بعض موارد اصلا کار صورت نگرفته، خصوصا در قسمت نهادهای عدلی و قضایی و معارف و نهادهای دیگه که از فاسدترین نهادها نام برده شدن. دوی هم وزارت معارف این اتهام را رد کرده. دادستانی کل هم از بررسی تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان خبر داده. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که برای مردم این کشور پس از ناامنی و بیکاری، فساد بزرگترین مشکل است. یافته های این نهاد پس از مصاحبه با بیش از 8000 نفر در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که برای مردم افغانستان پس از ناامنی و بیکاری، فساد بزرگترین مشکل است. 62% پرسش شوندگان از عملکرد حکومت در کاهش این مشکلات ناراضی هستند. 52% هم می گویند جامعه جهانی اراده لازم برای محو فساد در افغانستان را ندارد. دورنمای فساد اداری در افغانستان هنوز سیر و تار هست، مسئله‌ای که روی زندگی هر شهروند افغانستان تأثیر گذاشته. اگر از هر فردی در اینجا در رابطه با فساد اداری بپرسید، حتما تجربه مایوس کننده‌ای برای شریک کردن داره. تا که ما
یک چیز به اونا اگر گویا پول باشه، تحفه باشه، هر یعنی چیزی که باشه، ما مجبور و کلف هستیم ما به اونا بپردازیم در مقابلش کار ما شود. اما حرکاتی که اونا میکنن تو اسم میکنی که او از تو چیز میخواید. بهای فساد را سال هاست که مردم افغانستان میپردازند. در گزارشی دو سال پیش گفته شد که افغان ها 3 میلیارد دلار در این سال رشوت پرداختند، بیشتر از بودجه عادی این کشور. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. سرانجام پس از سالها انتظار، کوبایی ها می توانند با گوشی های موبایل خود به اینترنت وصل شوند. با این حال قیمت بالا و انحصاری بودن ارائه دهندگان خدمات باعث شده اکثر کاربران توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشند. برگردان گزارش ویلگرانش را ببینید. روزی که خیلی از کوبایی‌ها شاید گمان نمی‌کردند هرگز برسد. پس از سال‌ها انتظار، مردم کوبا سرانجام می‌توانند از طریق گوشی‌های تلفنشان به اینترنت پرسرعت وصل شوند. کوبا یکی از معدود کشورهایی است که دسترسی به اینترنت آزاد در آن بسیار محدود است. موضوعی که به نظر می‌رسد میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری جدید این کشور، سعی در تغییر آن دارد. بر اساس برنامه جدید، مردم کوبا می‌توانند روی گوشی‌های تلفن همراهشان بسته‌های اینترنت موبایل 3G داشته باشند که هزینه آن بسته به میزان استفاده هر فرد بین 7 تا 13 دلار در ماه خواهد بود. اما بسیاری حاضرند آن را بپردازند تا دیگر برای خواندن ایمیل هایشان یا گفتگو با بستگانشان در خارج از کوبا مجبور نباشند به وای فای دولتی در اماکن عمومی وابسته بمانند. خیلی خوبه و این باعث میشه خیلی از مشکلات مردم حل بشه و بتونن با خانواده هاشون در خارج از کشور صحبت کنن. همه میتونن با افراد دیگه در جامعه بین المللی در ارتباط باشن و همه میتونن اخبار دنیا رو بدونن و به شبکه‌های اجتماعی که الان بسیار مهم هستن هم دسترسی داشته باشن. خیلی خوب میشه که بتونیم با فامیلمون در ارتباط باشیم. حتی درس خوندن هم آسان‌تر میشه چون میتونیم خیلی از سوال‌ها رو از طریق گوگل پیدا کنیم. برای بازی‌های اینترنتی و خیلی چیزهای دیگه هم خوبه. البته در این بین برخی هنوز متقاعد نشدن، به خصوص وقتی بحث قیمت به میان میآید. چرا باید برای یه بسته اینترنتی بیشتر از 13 دلار در ماه بدیم، اونم وقتی که میتونیم بریم یه جایی مثل پارک و دسترسی به وای فای خیلی ارزونتر داشته باشیم؟ این در حالی است که کوبا آنقدر برای اینترنت صبر کرده که میتواند عصر فیبر نوری را نادیده بگیرد و یکسره به تکنولوژی کلاد بپرد. برای من این یکی از هوشمندانه ترین گام هاییه که برداشته شده. از این گذشته استفاده از اینترنت ADSL خیلی پیچیده است و بیشتر مواقع غیر قابل اعتماده. باید از منبع اصلی فاصله مشخصی داشته باشی. یه رونه و واقع بینانه نیست. خیلی از کشورها از اینترنت پرسرعت 5G استفاده می‌کنند، اما الان دسترسی موبایل‌ها به 3G در کوبا گامی به جلو محسوب میشه برای نزدیکتر شدن به دنیا. خیلی از مردم این رو نشونه مثبت می‌دونن از اینکه دولت بالاخره برای وصل کردن کوبا به سیستم آنلاین جدیه، اگرچه از نظر زیرساختی برای وصل کردن کامل این جزیره به بقیه دنیا راهی طولانی در پیشه. ویل گرانت، BBC نیوز، هاوانا. هر سال هزاران سگ و صاحبان آنها در آرزوی بالا بردن جام نقره‌ای هستند، جام قهرمانی مسابقات چابک‌ترین سگ دنیا. تا یکی دو هفته دیگر فینال این مسابقات در المپیای لندن برگزار می‌شود. 12 سگی که به فینال راه پیدا کردند این روزها سخت سرگرم تمرینند. مایک بوشل سری به این سگ‌ها زده تا ببیند رسیدن به جام نقره‌ای چه سختی‌هایی دارد. مسابقات انتخاب سگ برتر در سال 2018 به نظر ساده می آید، اما طی این مسیر پرپیچ و خم 260 متری آن هم با سرعت 30 مایل در ساعت بیشتر به یک ورزش تیمی می ماند. ورزشی که آمادگی بدنی صاحب سگ، دستورها و اشاره هایش برای پیروزی نقشی حیاتی دارد. کلن کمتر از یک دقیقه طول می کشه، اما این مسابقه نفسگیر انرژی زیادی هم از سگ و هم از صاحبش می گیره. مسابقات چابکترین سگ از سال 1978 شروع شده. حالا 48 کشور در این مسابقات شرکت می کنند و جام جهانی این رشته جای ویژه‌ای در تقویم سگ ها داره. بودن در المپیا با اون همه سر و صدا و هیجان خیلی خوبه. این که برنده بشی یا نه بحث دیگه ایه. 12 فینالیست برای رسیدن به المپیا هزارها سگ و صاحبان آنها را شکست دادند.
سعی میکنم کاملا آماده همراهی با سگم باشم. سم طبیعتا سگ پر حرکتی نیست. برای اینکه به بیشترین سرعت برسونمش خودم باید کاملا آماده باشم. شانون یکی از فینالیست هاست. اولین بار وقتی تنها 10 سال داشت به فینال این مسابقات راه یافت. وقتی میدوین و به مسابقه تمرکز کردین فقط خودتون و سگتون هستید. چیزایی که در اطراف میگذره نمیبینید و نمیشنوین. من احتمالاً سریع ترین آدم یا لاغرترینشون نیستم اما تمام تلاشم رو میکنم. یک دهه بعد از اولین فینال حالا هر سگی که زیر دست شانون باشد به فینال میرسد. خب وضعیت فیزیکی ورزشکارها خوبه. آماده برای مسابقه. در مورد صاحباشون هم همینو میشه گفت. فکر میکنم برای مسابقه تمرینی سر صبح یک چیز کم دارم. یه سگ. ولی خب این قلاده قشنگ رو دارم. و راستشو بخواین یکی از قهرمانهای سابق المپیا رو راضی کردم که دوباره به میدون بیاد. یک طی مسیر اولیه بدون همراهی سگ کمک میکند تا کمی روی علامتها تمرین کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم بشه با دست این همه علامت داد. همینطور با پاها. این دست روی سینه، سگ فقط این یکی دست رو میبینه. شبیه رقصیدنه مگه نه؟ بله خیلی. افتخار بزرگی نصیبم شده. ایندیانا تنها سگیه که 2 سال پی در پی قهرمان شده. میتونه امسال هم قهرمان بشه؟ شروع خوبی نبود. با اشاره ها و اداهای اشتباه هم تیمم را سردرگم کردم. باید روی حرکت بعدی فکر کنی و جلو جلو به اونا بفهمونی که قرار حرکت بعدی چی باشه. با یک سگ دیگر که احتمالاً برای من مناسب تر بود بهتر عمل کردم. اما گوش این سگ زیاد بدهکار دستورهایم نبود. در پایان کار با همان سگ اول ایندیانا توانستم مسیر را کامل کنم. اما 4 دقیقه طول کشید. خب برای موفق شدن باید دوباره از اول شروع کنم. خدا را چه دیدیم. شاید به فینال 2 سال بعد رسیدم. خب تصاویری هم داریم از مسابقات اسنوبورد زنان و مردان در کلرادوی آمریکا، جایی که کلوی کیم ستاره 18 ساله آمریکا و اسکاتی جیمز از استرالیا ستاره این رقابت ها بودند. این بخش خبری رو با این تصاویر به پایان میبریم.